مطالعات پزشکی ازدواج با اقوام نزدیک را توصیه نمی کند. بله. نظر اسلام عزیز در این باره چی است؟ مثل دختر کاکا، پسر کاکا بالاخره. بله، اسلام هم به صورت نهی تنزیهی، نه تحریمی، یعنی در حد که مکروه باشه نهی داریم، ما در روایات منع داریم، در روایات داریم، روایت مال پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم که با اقربای خیلی نزدیک ازدواج نکنید که فرزند شما محزول و مریض و لاغر و معیوب در خواهد. پس روایت داریم؟ داریم روایت، بله. و جایی که عقل انسان باشه، تشخیص باشه، دیگه شرع هم قبول میکنه. یعنی اگر واقعا متخصصین به این نتیجه برسه که ازدواج این دختر امو و پسر امو سبب میشود که فرزندانشون ناقص به دنیا بیاد، خب نکنن ازدواج. ما داریم الان بعضی ها رو که متاسفانه ماما و پسر عمه ازدواج کردن، 7-8 سال هم از ازدواج میگذره، هر چی که اینا بچه دار میشه ناقص به دنیا میاد، یا زنده نمیمونه یا که زنده میمونه مثلا ناقص. خب آقا چی مجبوری؟ مگر میگه نه اینا دیگه از این کوچیکی به نام همدیگر نام شده بودن، نمیشه. اون برای چی نشه؟ وقتی دکتر تشخیص داده که اینا خونشون به همدیگه نمیخوره، رفتن پیچکاری کردن، چیکار کردن، هر کاری بکنه فایده ای نداره. خب برای اما از اول این ازدواج صورت نگیره بهتره، تا اینی که بعد از اینی که ازدواج کردن حالا میمونه های طلاق بدیم که خیلی زشته، خب همدیگه دوست دارن، طلاق اگر ندین ای تا آخر اینجوری بدون فرزند باقی میمونه، هم خودشون اذیته هم خانواده‌شون اذیته. لذا این رو باید هر کی هم که فامیلی ازدواج میکنه اگر خیلی نزدیک باشه، یعنی چند تا فامیل با هم دیگه پیش در پیش باشه و اینا، اشکال اصلا چرا ازدواج با محارم رو قرآن اجازه نمیده؟ خب یکی از ادلهش همینه دیگه، یکی از حکمتاش اینه که بعد مشکلات درست میشه. این هم دیگه یکی از معجزات دین اسلام و معجزات قرآنه که الان مثلا علم بهش رسیده که آقا هر چقدر اینا قرابتش نزدیکتر باشه به همون میزان احتمال خطر در نقص عضو و اینا